چرا واسادی؟ یه دقیقه اینجا کار دارم میام. کجا؟ برم تو بیمارستان یک رفیقا ببینم بیام. زود بیایی یا؟ نه لج میکنم یه هفته اون تو میمونم. کدوم رفیقه؟ همه رفیقامو که تو نمیشناسی. میشناسم همه رو. چیز جون چیز خانم مینا مهتا مینا سلام چطوری تو خوبی قربونت برم تو چطوری تو باورم نمیشه چاق شدی یاد کوچولو بودی اون روز چاق شدم لاغر شدم نه بابا خوبی آره کجا داشتی میرفتی سکو ما دارم یه بیمارستان اینجا این بیمارستان بابا من اینجا یه عالم آشنا دارم کار تو سری را میندازی بیا با هم بریم آقا منصور بله تو میشناسیش تو هر کجا میشناسی بابا منصور برادرمه جدا خیلی پسر آقاییه جدی میگی منصور بیا سلام خانم سلام آقا منصور شکنه نه یه چیزی نکنه مینا خانمی که دل داداش شما رو برده میخوان با هم ازدواج کنن جناب عالی همینو چی؟ نه نه خواهرم شوخته به علکی حرفی میزنه کن علکی حرف بزن بابا ما خودمون آخرش یه واسه ما نقش بازی نکنید جا داره همینجا نه بابا اصلا هیچی نیستش نه چیزی نیست خجالت دیگه اولش نه بابا واسه شما همین الان آشنا شدی با هم نه بابا خیلی وقت مینا ما دوردورونی داشتیم با هم روی نیمکت میشستیم روی نیمکت آره چقدر دنیا کوچیکه بابات کشتیگیر بود نه؟ بابا این چه حافظه‌ای داره بابای و آره ولی دیگه مینا گذاشت کنار برد آخه چرا؟ خب یه جای بدن جواب نمیدی باید بری دنبال پوکی و استخوان و آرتروز و این چیزا دیگه بله چرت میگی تو نه بابا بابا کارو کاسبی بابا مثلا به هم کلن ورشکست شد مینا یعنی اصلا دیگه دل و دماغ ورزش نداری به چه فلاکتی مفتدی نه نه به این فلاکتی که میگه مقطعی بود به هر حال سهام بالا پایین شد اون لحظه ولی بعد جور غلطه گفتاد این بار وضعمون خوب شده نه دیگه به هر حال بله ببخشید مینا خانم یه لحظه تشریف میارین نظر میخوام من مینا خانم دارم میگم مینا خانم یه لحظه ببخشید راست آها یه کلا میخوای باشی بابا ما روی نیمکت میشه گفتی اینو دیگه بله پس می هست دیگه این راستش من اون امانتیتون رو آوردم داده بودی به من کدوم امانتی تا دیگه آها پولو داره میگه دیگه بابای پولو نمیگه آها چرا؟ پول چرا بله بله همون سه میلونو میگم در واقع از بانک هم واسه تون بهتر نگه داشته بودم وای من باورم نمیشه آقا منصور چرا؟ یعنی به این زودی برام جورش کردی؟ دیگه ما به هر حال کارمون اینه دیگه. شما درد نکنین که بعد براتون پس بیارمش. نه 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 این پولی که دوستان گذاشته بود خونه ما بعد شب عید بود بانک‌ها تعطیله. ما گفتیم ارز رایج مملکت تو خونه نخوابه در جریان باشه بدیم مشکل شما حل شه. دست من درد نکنه. حال کیه؟ مال آقا نادر قصابه. خب مال سلطانی گفتم دیگه به تو. بله فکر کنم حالا تا بعد عید من میدم اینجوری مشکل شما هم حل میشه دیگه شما خیلی بزرگواری میدونم من کلا مردم دارم همه هم میگم بریم خب مزاحم خانم دیگه نشین بله بله بریم میان جونم قربونت برم خیلی خوشحال شدم منم همینطور موبایل تو به من بده آره یادداشت کن نه 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 موبایل مردم رو میخوای برای چی باز منصور میگم نه من چرا آقا بریم آقا خدا به شما پول من نمیخوای چی بر بفرم عاشقیه دیگه شما خدا نگهدار بریم پایین بریم پایین چی شد؟ شما اینجا چه غلطی میکنی؟ باشه اومدی ما رو بریم پایین همه اینجا واساده دیوونه ها تو این وضع هیروویر اون وضع خونه زندگیمون اون وضع بابا هزار تا بدهکاریش تو هم که خود بدبخت پول نداشتی اومدی از من قرض گرفتی حالا پا شدی اومدی پول میدی به دختری که نمیشناسیش نمیدونی کیه از کدوم گوری اومده چه خانواده ای داره مادر تو بتو بگنه منم دهنم واقعا حرف منو گفتم قطع نکن میشناسمش من از کجا میشناسیش دو سه روز دیگه شناختیش تموم شد کیفیت مهمتر از کمیته مهتاب خانم جوجه تو اصلا کیفیت سرت میشه من دلم واسه سوخت دلت سوخت یا دلتو برد هیچ و همه برنامه هم به هم ریخت با یارو آشنا در اومدم خواهرش نمیدونم همکلاس عهد دقیانوس من بود آدرس چیزی که ازت نداره ردمون رو نگیرم نه بابا
نمیدونم چجور قیافه منو یادش اومده. واسه متو ببخشید. متو ببخشید. ببخشید. دیگه نمیگم ببخشید. ببخشید ببخشید. غلط کردم دیگه ببخشید. متو. وای گاومون زایت هم کلاسی پیاده شد. جان چی بگم ها؟ مهتاب جون اگه خونه میری برسونمت. نه اینجا تاکسی ماکسی از خودم میرم، مزاحمت نمیشم، برو به کارت برس. نه بابا تاکسی گرفته میاد سوارش، کلی حرف داریم با هم. باش جان شانسی آوردیم از آدرس خونهشون. به تکون نخوری ببخشید بابا چیزی مزاحم شدی. نه بابا چه تعارف میکنی، حالا کدوم بری برم؟ من میرم یه دون تره بار، سر کارم میرم. مستقیم برو دیگه، خودم راه نمایی دیگم. تره بار؟ باره خودم میگم از کجا. ببخشید دیگه چیزی رو شرمنده. ببخشید بابا، خواهش میکنم راحت باش. ما دوست ببخشید. بابا بزرگ بیا از این طرف. چرا اینقدر دیر اومدی؟ مراقب باش اینجا پله است. خیلی ممنون، ببخشید دیگه واقعا شرمنده، ببخشید داخل. نه بابا من میمونم، کار تموم شد برسونمت خونه. نه دیگه بابا تو که اینقدر مهربون نبودی، برو حالا بعدا میبینم. ببین لاغر آدرس خونه تو بده، به هوای عیدیدنی بیام پیشت. خواهش میکنم قدمتون. چیز کن ببین، آخه من اینزن عجله دارم، تو شماره تو بده حالا من مستد اسمس میکنم آدرس رو دیگه راحت تره که اینجوری. شماره؟ آره 0900. ببخشید معذرت میخوام، فقط یه خواهشی ازت دارم چیز جون، این قضیه بین خودمون بمونه. من سوراسان نفهمه، یه چیز دوستانه است دیگه. باشه باشه. آره دیگه دلت راحت. خیلی خوب بگو بگو. آقا آقا خوابیدی؟ من یه خوره بینیم پولیم په بازدمم صدا میده. ایرادی داره؟ نیومد؟ میاد، عادتش همیشه دیر میاد. بازم دیر اومدی ها. جمعشون داداش. ببینی کی آمده. خیلی مخلصیم. بابا میگفتی آقا نادر اومده. جواد جون خدمت شما. گل برای چی بردی بابا؟ زایس بیمارستان اومدی گل بردی واسم آقا نادر دیگه. خیلی بابا اصلا باورم نمیشه تو اینجا ببینم. شکرت بابا. تو موچه راست دنوزم قوی ها. چه خبر؟ شاکرتی شاکر همون داده. تو بی معرفت شدی اومدی زندان، دیگه به ما سر نمیزنی. من غلامت هم، من میخوام بیام اینجا دست و پامو بستن داده. دست و تو بستن؟ نه یعنی که اونجا ما گیریم در رو بستن نمیزنن ما بیایم بیرون. آه آره خب خودت که خوبی. نوکرت هم غلامت هم. از خونتون خبر داری؟ بابا چیزی شده؟ نه چیزیش نشده. چه چیزی شده؟ هیچکی چیزیش نشده. پس کی چیزیش شده؟ بگو دیگه. چیزیش نشده. خب چی شده پس بگو. آقا جون بگو ببینم تو اول چجوری باید اینجا ببیرم. به سختی نادر جون، به سختی داداش. یه 20 میلیون بعد پول ویزمون ردیف کنیم بدیم دست آقا رضا بده ما این تو بیام بیرون. ای بابا 20 میلیون کی باید بده؟ اون عباسیه دیگه، نمیدونم. عباس آقا اصلا نمیخواد تو بیای بیرون. چرا نمیخواد من بیام بیرون؟ ای میخواست بیای بیرون 3 سود بود، 20 میلیون رو میذاش میآوردت بیرون. بابا روانی شدی، پولا کجا بیاره تو اینو بیری؟ با اون پولی که تو خونه اونا هست 10 تا مثل تو رو میتونه آزاد کنه. شرط میگه کدوم پول نادر جون؟ پولشون کجا بود اینا؟ نمیدونی دیگه. بیا درگوشی ممنوع. راست میگه چه درگوشی ممنوعه. بابا ناده روانی تو امید در گوشی نرفتی؟ در گوشی خودش یه چیزی میگی، بشین بابا. سرکار جونم من یه دو ساعت میتونم برم سلول ایشون
باشون خصوصی صحبت کنم؟ نه شما دو ساعت نمیتونید برین. شبم میمونم اشکال نداره. من کافی شاپه که شبم بمونید. داداش من راضیم شب بمونم. من راضی. بشین فرجا صحبت بکن. اون الان وقت تعویض. آقا منو منصور یه پول قلمبه‌ای پیدا کردی. نه بابا. آره فقط منصور شخصی میخواد بکشه بالا پولا رو. چقدی هست؟ انقدی هست که با انقدش کل محله اون میتونه بره یه محل بالای شهر بخره اونجا زندگی کنه. که این همه پول داری وقت ما این تو بمونی بابا خدا رو خوش نمیاد آخه. همون دیگه، تو اگه به امید اونا باشی باید 10 سال بمونی اینجا. خب ما چیکار کنم من؟ تو بگو من چیکار کنم. خب آقا جون خودت باید به فکر خودت باشی. من بستم دست و پام گیره، چجوری به فکر باشم؟ دست و تو بستم؟ نه مثلا این دره بسته است نمیذارم من بیام بیرون. آه. بابا عجب آدم. من مردم 20 میلیون که بیشتر نیست. نه خودم سند خونم و وثیقه میذارم تو رو میارم بیرون. راست میگی؟ آره تو میری. نامتم نادر جون. الان سند خونه تو داشبورد ماشین آوردم زندان کارش بکنم بیارم تو بیرون. راست میگی؟ جون تو فقط یه شرطی داره. چه شرطی؟ شرط بندی ممنوع. آقا از اون شرطا که نه، یه داستانیه باید قبول کنی. چه داستان؟ من قبول میکنم داداش. بحثم. در گوشی نداری؟ نه نه بابا هیچ چی من نفهمیدم. حل داداش. حل داداش. حل قبوله. بزن قدش. یعنی چی ازش پس گرفته؟ اه؟ بابا تو که آبرو منو بردی؟ رو درواسی چیه؟ خودم دلم خواست بهش بدم. اصلا تو چیکاره دخالت میکنی؟ آره میخوام باهاش ازدواج کنم. به کسیش مربوطه؟ خودم قول و قرار. فقط یه خواستگاری بوده دیگه. تو برادرش رو ندیدی؟ ببینم مگه تو میخوای با آقا نادر ازدواج کنی؟ ببین با من بحث نکن. من الان سر کارم هستم. تازه 3 میلیون تومن تا واسه زنده کردم. کلات تو باید بندازی هوا آقا جون. میخوام نندازم هوا. من الان چجوری دوباره یه بهانه پیدا کنم اونو ببینمش؟ با تو هم بلیت گرفتیم واسه این تماشا؟ چیه؟ یه مرد مجرد دم بخت بدبخت ندیدین تا حالا؟ نه نکمه. خیلی شادیم بابا، همه تون جلویی. حالا بابا از در نیست گرد را در باشی. آیی ببخشید آقا نادر، شما هم تو زحمت و فل دستتون درد نکنه. اختیار داری، وظیفه است، خواهش میکنم. ایشالا که خدا عوض شو بهتون بده. من و جواد آقا که نمیدونیم چجوری باید جبران کنیم. خواهش میکنم، اختیار داری. فقط یک قضیه که برای من مهم هست، یک کار خیریه، بالاخره انجام شده، وظیفه بوده. اینکه سند خونه رو آوردم گذاشتم برای مثلا وثیقه که ایشون بیاد بیرون، این میخوام یه حالت سیکوریتی داشته باشه، کسی نفهمه. چون کار خیر اگه مشخص بشه دیگه از اون حالت خیر در اومد. بله حتما، اشاره که خدا ازتون قبول کنه آقا نادر. من نمیدونم چی بگم. خواهش میکنم. من موقعی که رفتم جواد رو توی زندان دیدم، جواد رو به خودم گفتم نادر جواد اینجاست تو زندان. بعد اون سند خونه تو کمد، به جای اینکه سند خونه اینجا باشه، جواد تو خونهشون باشه، راحت باشه. هم. این بهتره. و سری سند آوردم و مثل داداش خودم. گریه نکنین تو رو خدا، دستون درد نکنه. فقط آقا نادر قضیه گوسفنده رو به کسی نگین دیگه. نه نه، این قضیه گوسفندم سیکوریت میمونه. آره حتما. خواهش میکنم. فقط شما موقعی که جواد آقا ایشالله به سلامتی آزاد شد اومد، یه خبری ریز بچه ها رو بگیم بیان، من سریع میام گوسفند همونجا قربونی میکنم. حتما حتما خبرتون میکنم. بازی شما. بازم دستون درد نکنه. وظیفه بوده واقعا. خواهش میکنم. من گوسفند پیاده کنم. بازم ممنون. خواهش میکنم. چشم آب نمیخوره با این گندی که اخافی جنابالی زد و ماشینو انداخت جلوی بانک تو جوب آب، دیگه دستمون به این پولا برسه. من گند زدم یا جنابالی؟ که از 5 میلیون پول یارو فقط 1 میلیون شو دزدیدی؟ چی بود اسم این یارو؟ منصور. منصور الان داره به ریش هممون هم میخنده. ببخشید بنده کف دستم بو کرده بودم که این آقای چی منصور. منصور از 5 میلیونی که از بانک میگیره 4 میلیون میذاره تو جیبش، 1 میلیون میذاره تو کیف. بعد همشیره جنابالی میگن برو کیفشو بزن. بابا تو کیسه پول گذاشتی تو صندوق همین یارو، اسمش چی بود؟ منصور.
منصور ببخشید این مینا خانم برگشت گفتش که پولا رو بذار تو صندوق عقب این ماشین یارو چی بود اسمش منصور وگرنه من اگه قصه رو میدونستم مگه مغز خر خورده بودم پولا رو بذارم تو ماشین یارو هم هری من گفتم یارو آشناه پولا رو میذاریم صندوق عقب ماشینش چرا خفتش میکنن از چنگش در میاریم دیگه خیلی خوب حالا که طوری نشده میشناسینش برید گوشه خف ساکت خودشه الو آقا منصور اصلا امکان نداره آقا من باید شما رو ببینم حضوران ازتون عذرخواهی کنم چرا؟ به خاطر همون یه راه که بیشتر نمونده عذرخواهی فقط نه الان شرمنده فقط عذرخواهی باید بکنم دیگه خسته شدم به اینجا هم رسیده چقدر سگ دو بزنم میخوام این وانت رو ببرم بدن رنگش کنن برم توی یکی از این وانت تلفنی کار کنم پس چی رنگش کنی؟ مردم عقلشون به چششونه دیگه وقتی میرن خوش رنگه فکر میکنن بارم خوب میبره بابا این که مال جواده خودش که از زندان بیاد بیرون حتما میخواد باش یه کاری بکنه جواد که حالا بیرون بیا نیستش شاکیش هم که رضایت نمیده ما والا 20 میلیون تومان نداری بریم بیاریمش بیرون خواهرت که داره خودشو میکشه خب بکشه چیکار کنم جواد تو زندون باشه هم به نفع اونه هم به نفع من منم میرم با این ماشین کار میکنم خرج رو بابا میدم روزی 4 تا تریپ برم 4 تا 5 تومن 6 تومن بگیرم میشه 20 تومن 30 تومن سر بوج میشه 700 800 تومن از سرمون بریدیم از پامون میاد بیرون پاشو به جای خیال بافیا برو یکم میوه و آجیل خوب بخر و بیاد همین چند تا دونه میوه له داشتیم و تموم شد رفت خب همین یه ذره میذاشت اگه مهمون میومد به اون تعارف میکردی آخه تو روت میشینه بذاری جلو مهمون بابا روز اول و دوم که مهمون نمیاد فردام که شما به سلامتی دل خوش داری میری سفر منم تو خونم در به روی کسی باز نمیکنم چیزی هم نمیخوام واقعا که عباس آقا یه خیلی مخلص عباس آقا شاگرم خوب هستین گوسفنده نه ایشونو میگم نه اون آقا فری کارشون برجه برجای معروف الهیه رو ایشون معمارش بودن بعد آخرین کار ایشون هم که هموناشش معلومه برج میلاد اولی که در باز کردن گفتم چه قیافش آشناست قبلا دیدمش آره دیگه دیدینش بله ایشونو دیدین تو تلویزیون شبکه 5 نشون میداد برج میلاد رو میخواستن بله تحویل بدن اصلا روز آخر کارش بود ایشون خودش تو برج چی بله. بودی؟ گورکن اسمس از دیار باقی گورکن بودم گورکن بوده؟ گوره نه یعنی گور قبر برج بله اصلا اینا پی این پایینه برجاری که میکنن بله. به اصطلاح خودشون میگن چی گور بله. میگن گور خب ما بله. نمیدونیم اصطلاحی بله. که از گورکنه بله. معروفه تهران مشخص بله. شما یه تعارف بکنید ما تشریف بیاریم خدمتتون بفرمایید مخلص شما حضرت در خدمتتون هستم من در خدمتتون ببخشید خیلی مخلصم اصلا گرم صحبت شدیم یادم رفت تعارف اصلا از سال تحویل به بعد من همش گفتم عباس آقا رو ببینم ببخشید مزاحم شدیم سلام علیکم سال نوتون مبارک سلام سال نو شما مبارک خوب هستی سال نو شما خیلی ممنون متشکرم میگم عباس آقا این چی اومده تو حیات بابا من حیات همیانان شستم بندازش بیرون بی آزار کار نداره چخه کیشش کن بره ما تو این آب دستورت میشیم نه نه نگران نه چخه نه آروم شدن چی گفتی ره گفتم بهش لب نزنه به آب دستتون خواهش میکنم این خونه که درب داغونه نو مکرتم نه بزرگواری نوش میکنم این خونه رو دستتون درد نکنم خدا خیرتون بده بله البته من این عرض کنم من فقط کار برجسازی دارم کار برجای بلند فقط به خاطر آقا مهدی بوده که اومدن اینجا نادر عباس آقا میگه مهدی کیه؟ داشمون میگم بله خواهش میکنم بفرمید خواهش میکنم بفرمید منصور نیست؟ نه میادش ناراحت نباشید بفرمید بشین بابا همینجور یلخی که نمیشه رب باید یه نقشه بکشیم بریم تو خونه میگم بچه ها بذاریم شب که شد همشون خوابیدن اون موقع بریم تا
تو همین الان داشتی میگفتی الان بریم، حالا میگه شب بریم. ببینی من چی میگم دیگه، من میدونم چه خبره. چی میدونی؟ داشتیم خدافظی میکردیم، گفتن انگاری خانوادگی فردا میخوان برن شمال. وقتی رفتم با خیال راحت برین تو خونه. ای کوفتشون بشه این شمال. گل میاری؟ کوفتشون میکنم شمالو. آقا این حرفا چیه؟ من میگم همین الان بریم. معلوم نیست فردا کی مرده است کی زنده. دستتو بنداز بابا. این پسره اومده. چی بود اسمش؟ منصور. گوستان اومده خونمون؟ آه ناطق قصا؟ من که میدونم اون چی اومده خونمون. باشه میام. من یه چی؟ اومدم خونه آقا سلطانی میبینم یه جای اهم واسه پولا میتونم پیدا کنم یا نه؟ مادر من خیلی رجولی. خونه ما اگه اهم بود که شما الان پولا خبر نداشتی. چی؟ میوه دیگه خب رضا بره بگیره دیگه. خب مادرم من پول ندارم، اونا رو گذاشتم واسه شمال دیگه. مردش رو دارم، تو بشین دیگه. نه بابا مامان جون دوره چون نبا شما نبودم. اون چیه؟ باباشه؟ نه فکر کنم مستخدمشون باشه. بفرما، دیدی گفتم؟ چیو؟ بابا اینا مستخدماشون از بابای ما بهتر لباس میپوشن. چرا حرف مفت میزنی منو؟ چرا تو که باباتو ندیدی وقتی به دنیا اومدی؟ بابات فوت کرده بود. نه بابای شما دوتا رو گفتم. ببخشید. نشد نه؟ لایک بازش کردم چی؟ شما روح بابای سلطانی؟ نه خیر بنده همسایه شونم. همسایه روح بابای سلطانی؟ نه خیر همسایه خودشونم. سلام عزیزم. سلام آقا. هی میگم بابا این درخت ها چشم و گوش ندارن، زبون ندارن، این آب نازنین رو نریزین به پاشون، این چراغای اضافی رو خاموش نگه دارین، مگه به خرجتون میره؟ من روشن اگر روشن بود. شیلنگو چرا وردی تو خونه عیز من؟ خونه زندگی بدبخت رو خیست نکردی که با اینو؟ چه باشدادی هنوز خو؟ وردی اصلا چجوری اومدی تو؟ خودت چطوری اومدی تو؟ من شاگرد آقای سلطانی هم، تمام چکمکاشو من میرم میگیرم، بعد من میرم باغچه خونهش آبیاری کنم. من تا حالا نمیدونستم آقای سلطانی باغچه هاشون رو تو گاف صندوق قایم میکنن. جونم برو پدرم من چیز مچل نکن قرمونت برم. احترام موی سفید خودتو با دستای خود نگهدار. قربونت برم. بفرما پایین آقا. واقعا که خیلی پررویی. آقا عزیز من بفرما خونه زندگی مردم بفرما پایین آقا. راه بدنش میشینم بده من عزیز من. بفرما شو. بفرما آقا راه اینجاست. پله رو بدنشو میدم. شو بفرما پایین. بچه‌ها این یارو داره میاد اینوری. چرا میدوه؟ طبیعی رفتار کنید. رفت. بله موبایل دارین؟ موبایل بله. چطور؟ 110 واسه من بگید. 110 برای چی پدر جان؟ برای اینکه یه آقایی تو اون خونه است میخواد گاف صندوقو باز کنه. بفهمید چی؟ پدر جان شما مطمئنی؟ شاید خونه خودشون باشه. بابا اینا همشون رفتن مسافرت شب عید، تا 13 بر نمیگردن. ببخشید پدر جان همشون منظورتون کیاست؟ آقای سلطانی دیگه. آن آقای سلطانی. پس شما باید مستخدمشون باشین. نه خیر بنده همسایه‌شونم. شاید این آقا رو گوشه اینجا مراقب خونه باشه. ای بابا من همشون رو میشناسم. این پسر اصلا مال اون خونه نیست. من حتی اسمش هم نمیدونم چیه. منصور. حالا هر کوفتی زنگ بزنی پلیس تا گاف صندوقو باز نکرده. نه پدر جان آخه بی خودی نمیشه گناه مردمو شست که. اگه دوز بود در خونه رو باز نمیذاشت. جوانای امروزه رو نگاه کن. دوز که به دوز بزنه شاه دوزه. چی داری میگی؟ به قول خودت اگه دوز بود که در خونه رو با نمیذاشت. اتفاقا دوز حرفه‌ایه. یه جوری داره دوزی میکنه که هیچکس فکرشو نمیکنه دوزه. دقیقاً درسته. بجنبی پیاده شید سری بودوی. حالا بهتون میگم چیکار کنی. بودوی. سلام. آقا اینجا چه خبر همتون؟ آه شما این زدم با ماشین ترکوندن. ببخش بهترین؟ شما اینجا چیکار میکنین؟ شما اینجا چیکار میکنین؟ مثل اینکه شما تشریف بردین خونه ما؟ بله من اومدم دیدنتون. ایرادی داره؟ نه نه فقط آدرس خونه ما را کجا گیر آوردین؟ من آدرس خونه آقای سلطانی قبل از اینکه شما رو بشناسم میدونستم. اه
من شما آقای سلطانی رو میشناسی؟ شما هم آقای سلطانی میشناسی؟ آربا من واسش کار میکنم، دارم چک میکاش من میرم میگم. نگفته بودی. آخ موقعیتش بیشتر شما سر بابا مارتی دیدی در رفتی. چجوری اومدی تو؟ در باز بود نگران شدم اومدم تو. پیرمرد در نبسته بود؟ نه. بچه با آدم باش ببین تو برو بیرون اینجا چه امانت من الان میام. خیلی خب من باهات صحبت دارم. شما تشریف بیارین بریم بیرون. چرا؟ خب همچه بگو. نه نه یه صحبت خصوصیه. خیلی اگه کسی نیست بگو دیگه. میدونم ولی بریم یه گوشه صحبت کنیم راحت‌ترم. اون گوشه جواب نمیده؟ نه 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 بریم تو حیات دلواسره بیا بفهم. چش خیلی رجولی. آمدم بابت پا سرتون شرمنده ها. جبرا میشه جبرا. فقط کارتون چیه؟ حالا عرض میکنم خدمتون بفرم. شما بفرمایید. شما بفرم اصلا نمیشه. چیه؟ آقا سل... رفیقتون چرا اینجا واسطه؟ این یه مقدار تعارفیه. بله. اینم قشنگ این زاویه آشنا به نظر میاد. چرا؟ چیکار کردی؟ آقا آقا سقف. چه شکافی برداشته. یا آقای مهندس اگه امسال رو سرمون خراب نشه خیلی شانس آوردی. ببین همه جا ترک ترک. ملاحظه فهم اونجا نادر خواه. آن مگسه؟ نه اون شکاف بغلشو میگه. دوربین کجاست؟ دوربین چی؟ دوربین فیلم برداری دیگه. فیلم برداری نمیخواد که دیگه داری میبینی. اینا یه جوریه کارشون که فیلم برداری میکنن. اینا اینکه برج نیست خونه من. بله 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 تعمیرات میخواد. ببینم زلزله اومده تو این خونه. خونه فرمایشی میفهمی مهندس؟ خونه کدوم؟ شما که معقول برج سازی. چهار تا دیوار خراب شده یه سقف کاگلی بهش میگه خونه؟ پس شما حتی خونه نیدی. یالله خب من با اجازه خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. بسلام. بله بله میبینیم. بله میبینیم خونه. ببینین آقا ببینیم. بفرمایید. ببخشید. کجا آقا نده؟ من تازه داشتم میوه میآوردم خدمتتون. ما هستیم. خواهش میکنم. خونه رو میبینیم. واسه نو سازی دیگه. بله بله. به سلامتی ان شاء الله. بفرمایید بفرمایید. ببینیم بفرمایید. بفرمایید. همه جا رو میبینیم. بله ببینید همه جا رو ببینید. اونجا رو هم ببینید. اونجا؟ بله ببینید. انباریه دیگه؟ بله بله بفرمایید. یا اینا این ترکه. خب ترکه دیگه چیکارش کنم؟ میشه کارش کرد؟ به آقای مهندس بگی کارش درست کنم. مهندس ترکه رو نگاه کن. نوه نوهش میکنم. پول پولا. کدوم پولا؟ چه پولی؟ آه پولی که باید بیاریم توی این خونه خرج کنیم برای این ترکه رو پر کنیم. پولا کجا؟ چه میدونم کجا؟ این چیه توش؟ اینا لوازم خونه است. به شما ربطی داره؟ نه یعنی میگم رطوبت نده یه موقع نه. به دیوار ترک. نمیدونم. اونجا چی کار داری دیگه؟ اینجا رو بگردم که من ریشه هر ترکی ریشه دارم ریشه شو میخوام پیدا کنم. لازم نکرده من خودم بلدم ترک و ریشه شو پیدا کنم. اگه شما میتونستی پیدا کنی که من مهندس نمیآوردم. حالا چیه؟ آه اینجا دیگه چاله هست توه. بیل کن برای داریم. این هیچ نرمه. پنیره. آی چه چه کردی؟ نمیدونه مهندس چی شد. چه چه در اون دست بنام. عباس چیه؟ عباس چی شد؟ چی شده؟ آی عباس مامان چیه؟ اونو میخوای بابا اینو میخوای چی کار کنی بابا بزه در بیار دستم گرفت چی شده عباس آقا؟ هیچی دستش رفته لا تله مشکل کرده انگوشم قد شده بابا خدا مرگم بده خودم جا میندازم خوب شه راست میگه عباس آقا خودش وارده درسته یه دقیقه ای بابا مامان جا خب با این پولا آقا یونجا هم نمیشه برای گوسفند بگیری چه رسه به این همه میوه میوه واسه گوسفند میخوای بگیری نه برای شما میخوام بگیرم خانم حالش بد شد یه ذره آب قند بیار ببینین نوشابه این نوشابه می زرد نوشابه با زرد با شیشه تو خونکی آیه بدونه به یه پیلشکی با یه نه پیلشکی نوشابه زرد میکنه با پیلشکی بجارم موزه آخ میدم هم خالی از صبح تار جنه خردم اینا خوب میشه اینا خوب میشه
بزرگ. برو مهندس. هم نه. برو این بیلاج گیم. نه مخصوص دستم. اینه میدستم بیره. خب. اینه بیره. آها همجا بایسا. چرا؟ همجا نگهت. نگهت او. چی شده؟ ببین جلوتر نمیای یا. او بکنو سر خونه زندگیمون. همین که بهت گفتم. همینجا وای میسی تا چی صدا کنه. او ژاپن که نبودیم، حبس بودیم، ول کن بذار بریم. بسا، بیا عمه. آقا جواد کجا بوده؟ آره آوردمش. عمه بودو برو در خونه آقا ناده بگو عمه مینا اومدن، زود باش. آقا ناده خونه ماه. ای چه خوب. فقط حواسو جمع کن به کسی چیزی نگی. خب. باشه فقط به آقا ناده بگم. آره فقط آقا ناده. بودو، بودو عمه. بعدم بیا بیرون اومده. بیا بیرون دیگه. بگم اومدم بیا بیرون. بیا بیرون اومدم. کیا اومدم مادر؟ همونا دیگه. آقا نادر خودش میدونه. بهش بگو. هم با آقا نادر کار دارن؟ آره آره. باشه باشه. آقا نادر. آقا نادر. چند نفر اومدن با شما کار دارن؟ کیان چی کار دارن؟ همونا دیگه. بذار بیا خودش. خوب میشه. یه بیا. دستان چی کار داره با من؟ همون گوگوستان بیا سر بابا. اون داستان حلش شد. آقا اینو بکن. چندی انگشتمو گوسفند بیا آب بدیم بهش. گوسفند کو؟ گوسفند گوسفند کو؟ گوسفند کو؟ گوسفند در چه موزه؟ گوسفند کو؟ چرا؟ نمیدونم. آقا نادر. آقا برین یه ظرف آب برداریم بیان ببینم. بودو. باشو باشو. بودو. چی میگی بابا جلو بچه‌ها تابلو می‌کنی؟ من میخوام آقا نادر. آقا جون برو فردا بیا فردا بود کار دارم اینجا بعد دوره نقش مهندس بازی کنی واسه اینا. فردا نمیتونم فیلم برداری دارم 50 نفر منتظر منن. بابا خوب هنرپیشه خوبی شو. برو با دو تا مهندس مشورت کن بتونی یاد بگیری خوب اینجا بازی کنی. بودو. خب باشه. بودو برو فردا بهت پول میدم. الان که پول داری؟ نه. برو برو. باشه. بودو. آقا نادر. بله سلام. مال شماست. این گوسفند این بالاش قرمزه؟ بله بله مال ماست لطف کن بیاری نشمه در بیاییم ببریم نشار خدا آبروم جلو مهمونام رفت نه نه نگران نماشید این خودمونه دیگه گوسفند بیازاره یه لحظه چیزی یالا بفرما ببخشید یالا کجا میبریم بچه رو دستم کنیم؟ همینجا همینجا آماره کوچه رو میکردیم نه دیگه آب شده نفر دیگه نه آقا نه 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 هیچ کنون نه نه آدارت در گوستوان ما بیا آمار نمش گرفتمه بگو بیام بگو بیام 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 چیزی عوض آقا خوشی اومدی به محل ماشالله ماشالله آب بده بهش چابور بده من ماشالله سلامتی سته من و عباس آقا و جواد ماشالله ماشالله خوش اومدی به من دادم آزار شو کی اومده من چیه خودتون گلی اوکر عباس جون حرفا میدم تو چجیرو باید بیرون به راحتی این خبر نداری حالا خدمتتون عرض میکنی همه زندانی های آزاد شده بکرم ای تو که چشمات همش پر قطره بارون میشه